سرخط مهمترین خبرها، خلیلزاد: طالبان اگر به خشونت ادامه دهند منزوی و تحریم می شوند. و در پایان فداکاری اشرف غنی با مردم فاریاب. با نام خدا و با عرض سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خلیلزاد: طالبان اگر به خشونت ادامه دهند منزوی و تحریم می شوند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که اگر طالبان خشونت را انتخاب کنند تحت تحریم قرار می گیرند و منزوی خواهند شد. خلیلزاد این اظهارات را روز سه‌شنبه 18 می در نشست با کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده است. او در این نشست با اشاره به روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفته است که آمریکا وارد یک مرحله جدید از همکاری با افغانستان می شود. خلیلزاد در مورد روند صلح گفته است که آمریکا در حال ساخت حمایت بین المللی برای یک توافق توأم با حمایات وسیع در داخل افغانستان، تشویق به توافق و آتش بس و همکاری با کشورهای منطقه علیه تروریسم است. نماینده ویژه آمریکا با اشاره به تداوم خشونت در افغانستان گفته است که طالبان می تواند از بودن به عنوان یک شورشی به تبدیل شدن به یک جنبش سیاسی به عنوان بخش از افغانستان انتخاب کند. او گفته است که اگر آنها طالبان خشونت را انتخاب کنند منزوی خواهند شد، تحت تحریم قرار می گیرند و آمریکا به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. خلیلزاد درباره نقش پاکستان هم اظهار کرده است: پاکستان نقش مهمی برای ایفا دارد، ما آنها را تحت فشار قرار می دهیم تا از احرام های قابل توجه خود برای کاهش خشونت طالبان و حمایت از توافق مذاکرات شده استفاده کنند. پاکستان هم باور دارد که جنگ طولانی مدت به نفع آنها نیست. او خاطر نشان کرده است که آمریکا به دفاع از دستاوردهای زنان و اقلیت‌ها از جمله مشارکت آنها در مذاکرات ادامه خواهند داد. وی درباره حمله تروریستی اخیر بر مکتب دخترانه سیدالشهدا در کابل هم گفته است: به نظرم می رسد که داعش مسئول است، اما در نهایت این خشونت و حرج و مرج مداوم است که چنین حملاتی را ممکن می سازد. این حمله حدود 10 روز پیش در غرب کابل رخ داد. از دید حکومت کار طالبان است، اما این گروه هم گفته که داعش مسئول است. در این حمله دست کم 80 نفر کشته شدند، اکثریت قربانیان دانش آموزان هستند. به نقل از مسلم شیرزاد، منبع از داخل ارگ: قرار است اشرف غنی محمد داوود لغمانی را دوباره به کابل فرا بخواند. همچنان دوستان به معترضان دستور شلیک را داده است. اشتصاب کابل از روزهای گذشته به این سخنان مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری و رئیس حزب جنبش، با هواداران معترضش در فاریاب در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده نشر می شود. مارشال دوستم به هوادارانش توصیه می کند که روز تاریخی است و عقب نشینی نکنند، زیرا میلیون ها ترک تبار از آنها حمایت می کنند و قدرت جهانی دارند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و چند کشور در کران آنها استاده است. مارشال دوستم در بخشی از صحبت های خود تاکید می کند که مردم باید سرنوشت خود را خود به دست خود بگیرند، چرا والیان انتخابی نباشند. معاون پیشین ریاست جمهوری در صحبت های خود با هوادارانش میگوید که آنها در دو جناح می جنگند و باور او یک جبهه حکومت و جبهه دیگر معامله گران است. مارشال عبدالرشید دوستم میگوید که اشرف غنی کلای خود را بخورد و سپس ادامه می دهد که ابتدا باید آنها را که منظور اوالی جدید و همراهانش است بازداشت کنند و سپس با معامله گران مبارزه کنند. دوستم به همین ترتیب به هوادارانش توصیه می کند که کمرهایشان را ببندند و مثل شیر محکم استاده شوند. یکی از توصیه های دوستم به هوادارانش این است که تفنگچه مشکش، حتی چاقو را که در اختیار دارند برای مبارزه بردارند.
او به معاملگران اشرف غنی و محب مرگ می فرستد و نیز می گوید که خودکشی می کند. مارشال دوستم از شجاع الدین شجاع یاد می کند و می گوید که او را بازداشت کنید. محمد داود لغمانی در لوای اول قول اردوی 209 شاهین در شهر میمنه به کارش به عنوان والی فاریاب آغاز کرده است. در 25 ثور هواپیمای حامل محمد داود لغمانی بدون نشست از میدان هوای فاریاب برگشت و به مزار شریف رفت. او روز یکشنبه دوباره به فاریاب برگشت. شجاع الدین شجاع بر اساس ادعاءات منابع قرار بود که به عنوان معاون والی فاریاب معرفی شود، اما در آخرین لحظه از معرفی او خودداری شده است. شجاع باشنده بلخ است و برای مدت به عنوان معاون والی این ولایت نیز در گذشته کار کرده است. طبق معلومات من به زمانی که شجاع الدین شجاع خلاف وعده به عنوان معاون والی همزمان با محمد داود لغمانی معرفی نشد، قهر کرد و دوباره به مزار شریف برگشته است. به همین ترتیب من به گفت که نقیب الله فایق والی پیشین فاریاب تا کنون به عنوان سناتور معرفی نشده است. حکم انتصابی نقیب الله فایق به عنوان سناتور در 8 ثور در فاریاب خوانده شده. در همین روزها فایق به کارش به عنوان والی فاریاب پایان داد. معترضان در فاریاب روز دوشنبه 27 ثور عکس نقیب الله فایق را پاره کردند. تظاهرات باشندگان میمنه در مخالفت با معرفی والی جدید این ولایت جریان دارد. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی میگوید که محمد داود لغمانی به عنوان والی جدید فاریاب به کارش آغاز نکرده است و مردم اجازه ندادند که به مقام ولایت وارد شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.